دادگاه نایه کیلو به شهر نوسیبیرسک روسیه روز 21 میون سال 2023 در جلسه‌اش زمان حبس پیشکی یک مرد 44 ساله زاده تاجیکستان را که بر اساس قسم 3 ماده 3 و ماده 105 کدکس جنایتی روسیه به قصد کشتن دختر خودش عیبدار می شود تا 7 آگوست تمدید کرد. خود این مرد دست داشتنش در این حادثه را رد می کند. مرد عیبدار شونده و او نزدیکان و ادوکاتش برای شرح این قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این مرد روز 7 می سال 2023 در حالت مستی در پی نوشیدن مشروبات دختر 20 ساله خودش را از بالکن قبط 5 بنا به زمین هوا داده است. جبر دیده جرایت زیاد جسمانی از جمله آسیب ستون موره برداشت، ولی خوشبختانه زنده ماند. جبر دیده و شاهدان از جمله همسر مردم عیبدار شونده با تفتیشات بیان دادند که او هر دفعه بعد نوشیدن مشروبات خود را اداره کردن نمی توانست و نسبت به همسر و فرزندانش زورآوری می کرد. اهل خانواده پدر خانه‌دار را عیبدار کردند که مزوی دخترش را از بالکن به زمین آورد. در مرافع دادگاهی انگام بررسی مسئله تمدید زمان حبس پیشکی این مرد زاده تاجیکستان، بیانات به تفتیشات داده‌اش را تکرار کرده گفته است که دختر او به سبب ویران شدن ازدواجش می‌خواست خودکشی کند. او گفت که دخترش را به زمین وانه داده است، اما دادگاه با در نظر داشت سنگینی جنایتی که این مرد عیبدار می شود شهروند کشور خارجی یعنی تاجیکستان بودند و در محل ثبت نامش زندگی نکردند، نداشتن منبع درآمد و هم به این دلیل که او با جبر دیده و شاهدان در یک منزل زندگی داشت و می تواند به آنها فشار بیارد و مانع تفتیش پرونده شود و حتی از تفتیشات و جوابگری فرار کند، مهلت حبس این مرد زاده تاجیکستان را تا 7 آگوست تمدید کرد. بسیاری از مهاجران تاجیک که همسر روس گرفتند و یا فرزندانشان در روسیه به وای رسیدند، از پیش آمدن مشکلات جدی در روزگارشان شکایت میکنند. بسیاری از فرزندان مهاجران تاجیک در روسیه نمیخواهند طبق طلب والدین زندگی کنند و از خط کشیده آنها بیرون پای نگذارند. این باعث مناقشه جدی در آیله های مهاجران میشود. تفصیلات دیگر قضیه رخ داده در نوسیبیرسک در دست نیست، ولی به احتمال غالب اینجا نیز میتوان چون این اولت نوفامی بین پدر و دختر پیش آمده باشد.